برادر ما پرسان کردن که باریک ساختن ابرو و یا هم چیدن موی روی زنان که در رویایشان رخصارشان است از نظر شرعی این از چی قرار است در این راستا هم من در جوانی ها شاید چیزه که در خطبه ها و منبر ها به تندی گفته باشم اگر خدای نکرده اونجا البته پانزه سال قبل کم و بیش باشه نمیدانم تاریخش اگر اونجا جمله های حرف از زبان من صادر شده باشد و به چوکات سنت برابر نباشد از الله خود معافی و از همه شما معافی می خواهم اما فعلا مرا اجازه دهید خواهران و مادران من خواهران و مادران من اند که مرا اجازه دهید خدمتتان تان بس را به صورت علمی پیگیری کنم بحث را به صورت علمی پیگیری کنم تا باشد که الله هم از من راضی شود و امت مسلمه و خواهران از م نرنجن در آغاز مرا اجازه دهید که این بحث شرعی اس از صاحب شریعت یک چیزی خدمتتان ارض کنم امام بخاری امام مسلم رحمةله علی باقی مراجع معتبر جهان اسلام گفته ان از رسول صلی الله علیه وسلم لعن الله یا لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتلفجات للحسن وذرعينها المغيرات لخلق الله اي حديث از لحاظ سند در بلندترین درجه سند و صحت است و معارف و احکام و مهم این حدیث چیست خواهران و مادران من باز هم تعهد من به همه خواهران و مادرانم است. من به هیچ یک برادر مسلمان شما هم یک و من فرزند خانومم که مادر عزیزم نیز از قشر زن است و از آدرس مادرم هم به می منوال پیش میریم که قشر زن یک پیکره بزرگ امت مسلم است من صاحب دخترم خانم دارم بیبی بی دارم محمد دارم خاله دارم یعنی رشته ها و بافته های ناگسستنی و قشر زن از تمام انسان ها موجود است هیچ آدمی را هیچ عالمی را اجازه نیست که از نفس خودش اهانت زنان را داشته باش کسر شعن زن داشته باش اخفای شخصیت زنان را دار باش نه به هیچ وجه اما آنچه که الله و رسول الله گفته است ما ترجمانان و بلندگوی و راویان اصلی نظام رسول معظم بوده باش یک بحثی که نام خالکوبی هست خالکوبی را در این حدیث آنانی که خالکوبی می کنند عملا و آنانی که مطالبه خالکوبی می کنند چی مردان امت باشد چه زنان امت در این حدیث رسول گرامی صلی الله علیه وسلم با شدت تمام مورد نکوهیش قرار داده و این عمل را سبب دور شدن و ترد شدن از رحمت رب العالمین دانسته سبب دور شدن و ترد شدن از رحمت رب دانسته یک ولی آمدیم چرا چرا من در آغاز گفتم که در برابر فرامین الله و رسول گرامی هم از چرا و قدر استفاده نمی کنیم برادران و خواهران مرا ببخش دوم قلم در بعض روایات واصلات و مستوصلات است آنانی که موی یک زن می گیرن به موی زنان دیگر پیوسته می کنن یکی یا مطالبه می کنه یک کار می کنه ایرم رسول گرامی صلی الله علیه وسلم از اسباب دور شدن از رحمت رب العالمین ترد و زده شدن از رحمت رب العالمین دانسته است سرما حمله نکنن خدای نکرده اگر من از خود جل گفته باشم دروغ گفته باشم باز درست است باقی تنقیه را به فقیهان محول می کنم سوم مسئله متنم متنمیسات است کلمه نمس از نظر عربی لغت عربی اصل قرآن و سنت است در اینجا البته دو معنا داره یک معنایش گرفتن موی از روی زنانه از هر استقامت رویی که بوده باشه گرفتن موی از روی زنانه را گفته ان که کلمه نمس است و در عین حال برداشت فقهان امام بی حنیفه رحمت از جمله ابن نجیم در بحر رایق برداشت است که نه مراد از نمس اینجا گرفتن موی تمام روی زنانه نیست فقط و فقط متعلق به ابرو می شود و بس پس اینال معنا دیگه سومیره ما در اصول تخصص یک سلسله مراحل داریم یک کمی گپ اگه سخت شد مرا بزرگان ببخشند یکی شیوه ثبوت اسناد است امی اسنادی را که ما از قرآن و حدیث پیش می کنیم اما درست اسناد باش آیت منسوخه نباش و احادیث به سند صحیح باش دوم تفسیر و معنای حدیث و قرآن است تفسیر و معنا باید به با قرائت سلف باش به برداشت سلف باش سوم تعیین مراد است مراد الله از قرآن مراد رسول گرامی از حدیث چیست چهارم آن مسائلی که در قرآن و حدیث نیست ولی مجتهدین به قیاس کشیدن این چهار مسئله را به نام مسائل اجتهادی میگن هیچ کس از این کار کردن نمیتونه لذا حالی که ما نم دو معنا کردیم اگر گیریم که معنایی باش از هر نقطه روی که زنانه موی روی خود میگیرن نخ میزنن ما از اگر آن بگیریم یکی از اسباب دور شدن از رحمت الهی امیس اما اگر تخصیص کنیم در تعیین مراد بگیم که فقط باریک کردن ابرو مراد است در این صورت باز این تعیین مراد یکی از اسباب اجتهادی است با مخصوص میشه به می ابرو انال تحقیق صاف و به امیس اگر زنان ریش پیدا کنند گهی گهی دارند و یا هم برود گهی گهی دارند و یا هم استقامت رخسارایشان اینا را ازاله کنن به خاطر شوهرشان و شوهری سبب تنفر میدانه این را ما اجازه میتم ما اجازه ندادیم بلکه منابع معتمد جهان اسلام اجازه داده از این میگذاریم یعنی که جایز است گرفتن ریش زنانه و بروت زنانه که وسیله اذیت شوه یا مویشان در رخسارشان وسیله انزجار شوهر شوه به خاطر زینت شوهر این موارد را گرفتن درست است باقی میاییم که ما مسئله ابرو در این رابطه جمهور امت مسلمه خوب یادتان باش عزیزان من جمهور فقهان امت مسلمه این حدیث را به یک تعبیر خاص معنا کردن او همیست خوب یادتان باش نه او همیست که ان جمهور حضرات میگن که باید زنانه تقسیم شود یکی شوهردار است یکی دختران خانه اند آنانی که متعهل و شوهردارن حکمشان جداست آنانی که دختران به خانه ان حکمشان جداست به این معنا اگر خواهران ما که شوهر ندارن دخترانی به خانه و بنات ان یکی از اسباب دور شدن از رحمت الله باریک ساختن ابروس و این تغییر خلق لا نام داره به سری خدا اعتراض دارن یک دوم اگر خواهران ما متهل باشند متعهل و شوهردار بوده باشند به با اجازه شوهر درست است ای بحث جمهور است با اجازه شوهر درست است که امی ابروی خود با اجازه شوهر باریک کرده باش باز اگر گفته شوه که حدیث خو لعنت کرد میگه مصداق حدیث مورد حدیث دختران ان که شوهر نکرده ان یک و یا زنان ان که ایشان بدون اجازه شوهر ای کار انجام داده ان این برداشتشان است در اینجا قانون دیگر اسباب خطا در فهم است جایی که اگر حدیث مراد پیامبر خاص باشه عام نگی یعنی ایره به صورت عموم نکردن گفتن به صورت عموم نیست بلکه متعلق به زنان شوهردار آن چی عفه میخوایم متعلق به دخترانی که شوهر نکردن متعلق به زنانی که شوهر دارن اما به اجازه شوهر انجام دادهاند. اگر زنان شوهردار به اجازه شوهر انجام دهند این از اسباب دوری از رحمت رب العالمین محسوب نمی شود ای برداشت جمهور بود به دلیل از اینکه مخاطبان من در جهان امروزی از آدرس نرم و عالم مجازی های متنوع و مذاهب اسلامی ان لذا من مسائل اکثر پیش میرم باقی دلیلشان ممکنی باش با عایشه صدیقه رضی الله عنها نسبت داده اند که گفته شده این کان لکی زوجون فستطعتی الحدیث میگه اگر تو شوهری داشته باشی و قدرت داری که چشمانت را بکشی و به عوض آن چشم دیگر تصنع کنی و از خوبتر از آن به شوهر امی قزینت بکن لاکن ای, ای سند واقعا خیلی جنجال برانگیز است از لحاظ تصحیح و جرح و تعدیلش یک و در قدم دوم و این معنای زیر نمیته فقط مبالغه برای تجمل و تحسین زن در برابر شوهر با شرطی که برخلاف نظام الله و رسول الله نبوده باش از این خاطر که ای خو از توان یک خانم نیست که امو دو چشم خود بکشه به از او خوبتری ده اوجه چشم بیاندازه ای خو از توان یک خانم نیست وقتی که نیست و در عین حال خود در حقیقت قتل نفس است بناهن ای به جای خودش صحت و سقمش به جای خود و آنچه که من خدمتتان از این حدیث عرض میکنم حدیث حدیث است به صورت عام آمده اگر ما را خاص کنیم به کسایی که شوهر ندارن یا به شوهردار که بدون اجازه هست باید یک مخصص از پیامبر داشته باشیم از صاحب شریعت یک دلیل داشته باشیم لذا ابن عابدین شامی می فرماید مقصد حدیث این است مطلقا چی زنان شوهردار باشد چی دختران به شوهر همه باید این کار را نکنن ابرو را باریک نکنن یک به خاطر اجانب باریک نکنند به خاطر رفتن در مراسم در تفریگاه ها برا، برای جلوه دادن به بیگانگان ای از اسباب دوری از رحمت رب العالمین است باقی میاییم کسایی که شوهردار هستند به اجازه شوهر گفته اجازه است اما در ادامه میگه اگر برای استایل و مودی زمان باش برای تشبیه به آنانی که از اخلاق خیلی دورند به با ایشان باش باز هم درست نیست روی هم رفته قدر مشترک قول فیصل برادران و خواهران امت مسلمه اگر احتیاط در نظر بگیریم سراحت عمومی حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلام باریک کردن ابرو را بلا قید بلا شرط بلا تفصیل بیان کرده چی شوهردار باشه چی بی شوهر چی دختران چی بیوه چی به اجازه شوهر چی به ایجا... غیر اجازه شوهر در یک سر خامی حدیث رد کرده باقی اجتهاد فقهان امت بود که در ادای مراد و در تعیین مراد سخن گفتن با شرع منزل و معول شرعی که از جانب الله نازل شده جداست آنچه که از فکره مجتهدین است جداست نمی تواند یکی جای دیگر را گرفت به جای دیگر آورده شد لذا برداشت من امیس خواهران و مادران من آن مویایی که بر روی اضافه و رخسار یا بروته های قیده به زنان یا ریشی بی اینا را اگر ازاله می هیچ مشکل تخنیکی نیست اما متعلق به ابرو میشه اگان تا بیخی دراز چشما را مزاحمت میکنه او را مشکل نداریم اما آنچه که رایج و معمول است کی را باریک می کنند را تلاش کنند رعایه کنند که خدای نکرده از اسباب دوری از رحمت رب العالمین نشوه اینک پیشنهاد من بود به همه خواهران و مادرانم یک بار دیگر تکرار می کنم موال مفتی علاج شفیری جهنم وقتی که ما در برابر سوال قرار می گیریم ما فکر کنیم که در لب چقوری جهنم هستیم اگر به خاطر خوش شدن خواهران و مادران به خاطر داخل شدن محبت من در دل خواهران و مادران فتوا را تدلیس کنیم دروغ دروغ بگوییم اینجا دقیقا که یک چند روز مردم از ما خوشحال است باقی مفتی به جهنم می رود از اینجاست مرا در برابر سوال های بزرگ قرار می دهند من ناگزیرم برای نجات خودم به عبارت های عفیف و پاک بدون تعرض و توهین و اهانت ما می خواهیم که موضوع بیان شود ای که با خواهران ما میپذیرند نمیپذیرند او کاری او کارک خودشان است فقط از الله خود کمک میخواهم که حرف ما را وسیله تغییر و انقلاب در زندگی خواهران و مادران ما بگردانم